بازپخش قرار میگیریم. برنامه رو همچنین ما بر روی یوتیوب قرار میدیم، اگر علاقمند هستید میتونید از کانال یوتیوب با نام کوروش عرفانی دیدار بکنید. اگر به سایت من مراجعه بکنید تمام این لینک ها رو اونجا میتونید پیدا بکنید و همچنین برخی یکی دو تا ایمیل من داشتم که چگونه من رو روی فیسبوک پیدا بکنید. بر روی فیسبوک هم اسم من به همین ترتیب که میبینید در وبسایت هستش، کوروش عرفانی هستش، که میتونید با تایپ اون صفحه فیسبوک من رو پیدا بکنید و با کمال میل من تقاضاهای به اصطلاح دوستی رو که دریافت میکنم پاسخ میدم. یادآوری میکنم که شما عزیزان میتونید از این برنامه حمایت بکنید از طرق مختلف. با شماره تلفنی که میبینید میتونید تماس بگیرید. ما هدفمون هستش که این برنامه ها رو گسترش بدیم. در حال حاضر جمهوری اسلامی به طور جدی افتاده به جون دانشگاه ها و به خصوص رشته های علوم انسانی. اخیراً اعلام کردن که یک تضاد جدی بین اسلام و رشته های جامعه شناسی، روانشناسی و علوم سیاسی وجود داره. به معنی این هستش که میخوان این سه رشته رو ریشه‌کن بکنن. ممکنه یه ظاهر و قالبی از اون نگه دارن ولی از عمق و محتوا اون رو خالی خواهند کرد. به همین دلیل هم اهمیت داره که شما عزیزان کمک بکنید که بتونیم ما این علوم و دانشی رو که امروزی مدرن حفظ بکنیم و از این طریق به صلاح اجازه ندیم که این سیاه اندیشی که نظام جمهوری اسلامی میخواد رو بر دانشگاه کشور حاکم بکنه. و همین دلیل از شما به صلاح تقاضا میکنم که از برنامه های مثل این، نه فقط این برنامه، حمایت بکنید. حمایت معنوی، حمایت مادی. حمایت معنوی این استش که اطلاع رسانی بکنید در مورد این برنامه که در جاهای مختلف هموطنانمون در جریان باشن، به خصوص جوان ها، به خصوص دانشجویان، اونها بتونن این برنامه رو بتونن دنبال بکنن. میتونید با تلویزیون تماس بگیرید. هر تلویزیونی بنا به اینکه برنامه ها چقدر مورد استقبال قرار میگیره میتونه ساعت های بهتر یا بیشتری رو بهش اختصاص بده. بنابراین شما هم اگر نظرتون رو به تلویزیون اندیشه بدید در مورد این برنامه ها، میشه ساعت های اون رو گسترش داد یا در ساعت های مناسب تری اون رو پخش کردش. و همینطور برای حمایت مادی میتونید به ما کمک بکنید. ما این فعالیت ها رو که در قالب سه برنامه هست در تلویزیون اندیشه در قالب یک سازمان غیر انتفاعی انجام میدیم. هموطنانی که در امریکا زندگی میکنن میتونن در آخر سال، یعنی در این روزها، به جای اینکه درآمد خودشون رو آنگونه که هست بدن فقط به اصطلاح خزانه داری اینجا به عنوان مالیات، میتونن به اصطلاح به ما کمک بکنن و این تکس دیداکتبل هستش و میتونید از مالیاتتون کم بکنید. و همینطور با خرید این کتاب به طور مثال میتونید کمک بکنید. ما درآمدی از این راه نداریم. دقت بکنید، ما هر کدوممون که در این برنامه شرکت میکنیم کار زندگی خودمون رو داریم برای کسب درآمد، ولی وقتی رو که اینجا میذاریم برای این گونه فعالیت ها میبایستی مورد تامین مالی قرار بگیره برای اینکه بتونیم ادامهش بدیم. ولذا از شما میخوام که با سفارش چند تا از این کتاب ها به طور مثال سعی بکنید اونها رو بین هموطنان پخش بکنید و در این حال این گونه به ما همیاری مالی دادید که بتونیم برنامه ها رو ادامه بدیم. چند تن از هموطنانمون ایمیل زده بودم به من در رابطه با برنامه هفته گذشته که اختصاص به سایکوپت ها داشت. من خدمتتون بگم که اون برنامه رو ما روی یوتیوب گذاشتیم، بنابراین اگر به یوتیوب دسترسی دارید، یعنی به اینترنت، میتونید نگاه بکنید. ولی اگر خود دیویدیش رو میخواید میتونید زنگ بزنید به این شماره تلفن و تماس بگیرید. در ازای هزینه اون ما این دیویدی رو میتونیم به طور خاص برای شما تکثیر بکنیم و بفرستیم به آدرسی که میدید. در خارج از کشور، در داخل ایران خیلی دشواره که به دستون برسه، ولی در خارج از کشور اگر میخواید دیویدی هر برنامه ای رو که میپسندید میتونید جداگونه سفارش بدید و ما اون رو ارسال میکنیم. برنامه هفته قبل در مورد ویژگی های سایکوپت ها یا دیگر آزارها و آدم های سلطجو نافرهیخته بود و همکاران من در کمیته‌ای که به اصطلاح تشکیل دادن و به عنوان کمیته مقابله با سایکوپت ها داره نام میگیره دارن کار میکنن بر روی این موضوع که چگونه میشه دانش در این زمینه رو افزایش داد
و یک فیلم بسیار خوب آموزشی هستش که در این زمینه داره ترجمه میشه و دوبله خواهد شد و ما این فیلم رو بر روی یوتیوب قرار خواهیم داد و در یکی از برنامه ها احتمالا بتونیم اون رو پخش بکنیم. به شما کمک خواهد کرد که بدونید سایکوپت ها چه تیپ آدم هایی هستن، چه خصوصیت هایی دارن و چگونه میشه با اونها مقابله کردش. این یکی از موضوعات اصلی است که یک تیمی داره حول محورش تشکیل میشه و دارن کار میکنن روش. شما عزیزان نیز که دارای تخصص روانکاوی، روانپزشکی یا روانشناسی هستید میتونید با ما تماس بگیرید و با این تیم همکاری بکنید برای اینکه دانش تخصصی رو ما بتونیم در این زمینه به اصطلاح ارائه بدیم. و اما برنامه امروز رو من اختصاص دادم به یکی از موضوعاتی که هموطنانمون به خصوص جوانها تقاضا کرده بودن بارها و من فرصت نکرده بودم. به هر حال یه فرصتی فراهم شد که قدری روی موضوع کار بکنم و امروز خدمت شما ارائه میدم و اون برمیگرده به کیفیت رابطه دخترها و پسرها در ایران. دختران و پسران جوانی که برای نخستین بار میخوان وارد یه رابطه‌ای بشن که بشناسن همدیگر رو، با هم صحبت بکنن و به این ترتیب سعی خواهیم کردش که به این سوال جواب بدیم که برای یک رابطه سالم چه نکاتی هستش که شما میتونید مورد نظر قرار بدید تا وارد اون نوع از روابطی که شما رو فقط بهتون آسیب میزنه و عملا دستاورد مشخصی هم براتون به بار نمیاره بتونید ازش پرهیز بکنید. این برنامه دقت بکنید برنامه راهنمای خانواده نیستش، برنامه‌ای که سعی میکنه از دیدگاه جامعه شناسی بپردازه به برخی از نکات، ولی اگر شما به عنوان بیننده بتونید در بین این صحبت‌ها و توضیحات راهکار پیدا بکنید و به کار ببندید، این دیگه بستگی به خودتون داره. من اینجا به عنوان مشاور خانواده نیستم و تخصص من نیستش که بخوام این کار رو بکنم، ولی من به عنوان یک جامعه شناس که موضوعات اجتماعی و روابط اجتماعی رو مطالعه میکنه میتونم خدمت شما موضوعات رو باز بکنم، تشریح بکنم و به این ترتیب احتمالا بتونه کمک بکنه به شما برای استفاده عملی در زندگی روزمره خودتون. اجازه بدید با چند تا از نظراتی که من در روی یکی از وبسایت ها دیدم که آدرس اون هم club.com هستش میتونید ببینید. این سایت کلاب یا کلوب یا کلوب به قول ایرانی ها خیلی پربیننده است و جوان ها در اون عضویت دارن و با همدیگه راجع به موضوعات مختلف نظر میدن و صحبت میکنن. در مورد رابطه دختر و پسر من چند تا نظر پیدا کردم اونجا که جالب توجه هستش. به طور مثال اولیش میگه به نظر من این رابطه باید وجود داشته باشه تا بتونی روی جنس مخالف شناخت پیدا بکنی، ولی این رابطه به گونه ای نباشه که هرچی اون گفت بگی چشم، باید خیلی حواست جمع باشه تا ازت سوء استفاده نکنن. به این ترتیب میبینیم پس از یک طرف نویسنده این نظر از اونجایی که اسمای مستعار هستش دیگه اسم زیاد مورد نداره که من اینجا ذکر بکنم، ولی یه جوونی که میاد این رو مینویسه احتمالاً داره از یه طرف تاکید میکنه بر روی یک ضرورتی که تشخیص داده و اون ضرورت داشتن این رابطه هست برای اینکه بتونید جنس مخالف رو همطور که میگه بیشتر بشناسید، ولی میبینید یک نوع بی‌اعتمادی و ناامنی هم در این نظر وجود داره و اونی که باید خیلی حواست جمع باشه تا ازت سوء استفاده نکنن. حالا این بیشتر در گفتار یه دختر ممکنه خیلی معنیدارتر باشه در جامعه کنونی ایران. یه نفر دیگه اینگونه نظر میده به نظر من اگر رابطه سالم باشه و تنها به قصد ازدواج باشه ایراد که نداره، تازه دارای مزایایی هم هست، فقط باید واقعا مراقب بود. خیلی خوب، پس اینجا هم میبینیم که چشماندازی که داره ترسیم میکنه برای رابطه اینی که به ازدواج اگر قرار خط باشه هیچ ایرادی نداره و در این صورت که سالمه. و بعد اینکه حواسمون باشه باید خیلی مراقب باشیم. پس اینجا هم میبینید آنتنای طرف تیزه در مورد اینکه وارد رابطه اگر میخوایم بشیم چگونه رابطه باشه. یکی دیگه جواب میده به مهرانه و میگه رابطه اگر به صورت عاقلانه باشه خیلی خوبه. همه ما احتیاج داریم که جنس مخالف رو خوب بشناسیم و طریقه ارتباط رو یاد بگیریم. این باعث میشه که در انتخاب همسر موفق باشیم. پس میبینید یه نگاه در کنار اون نگاه ها که خیلی بوی ناامنی و بیعتمادی ازش بلند بود، اینجا میبینیم که رابطه یک اظهار نظر خیلی عادی و سالمیه که داره میگه نه خیلی هم خوبه و اتفاقا ما احتیاج داریم که بتونیم این طریقه ارتباط رو یاد بگیریم و بعد
به واسطه این میتونیم در انتخاب همسر موفق باشیم، چیزی که کاملا درسته. حالا ایشون ممکنه نمیدونم دانش و تخصصی هم در این زمینه نداشته باشه به طور خاص، ولی نظر درستیه، برای اینکه دقیقاً کاری است که باید انجام بشه، کسب شناخت از طرف مقابل با هدف روشن شدن موضوعات و بنابراین انجام انتخاب‌های بهتر. دیگری ببینید چی میگه. میگه به نظر من اگر رابطه سالم باشه مشکلی نداره، اما متاسفانه میشه گفت تو کشور ما 10% فقط سالمه. این رقم دقیقی نیست، آمار نیستش، ولی احساس یه جوونه از اون چیزی که دیده، از اون چیزی که در اطرافش داره میبینه و تجربه میکنه و احتمالاً بر پایه آنچه که خودش تونسته ببینه و زندگی بکنه، اینو داره میگه 10%. معناش چیه؟ معناش اینه که برداشتش اینه که 90% روابطی که بین دختر و پسرها به وجود میاد احتمالاً به گفته ایشون ناسالمه. حالا ناسالم چی هستش؟ این تعریفش بستگی داره، اما به هر حال نشون میده که بسیاری از روابط دختر و پسرها در ایران هستش که شاید چندان مطلوب نباشه و در برگیرنده نکات منفی باشه که باعث اون نگرانی های دو مورد اول و این عددی باشه که این جوان الان داره ارائه میده. اظهار نظر بعدی میگه به عنوان یه پسر به نظر من نباشه بهتره. من تا حالا هیچ دوست دختری نداشتم، با این حال که موقعیتشو داشتم، فقط به یک دلیل که به زندگی آیندم با همسرم که معلوم نیست کیه پایبندم و از الان حس مسئولیت میکنم. ببینید اینجا باز دوباره شما میبینید که از یه طرف تاکید داره بر این که چقدر خوبه که وارد هر رابطه ای نشیم و رابطه سالم باشه، اما خب این به خصوص خوبه برای کیا؟ برای دخترها در واقع، چون داره به عنوان یه پسر اظهار نظر میکنه، یعنی میگه اگر دخترها رابطه ای نداشته باشن. ولی خب حالا منم ندارم، با چه هدفی؟ با هدف این که میخوام برای زندگی آیندم برای همسرم چیکار بکنم، از الان احساس مسئولیت بکنم. خب این حرف درسته، اما از این طرف دیگه در لای خطا داره یه واقعیت دیگه ای رو بیان میکنه، و اون که بسیاری از روابط دوستی دختر و پسرها در ایران در حال حاضر میره هدایت میشه به سمت یه منظور مشخصی که این منظور هم منظور واقعی رابطه میتونه نباشه، اما انجام میشه و به این واسطه طرف احساس میکنه که خیلی خوب آقای من این کارو کردم دیگه، این رابطه رو اینجوری برقرار کردم، حالا همسر آینده‌م هم هر کی باشه به هر حال من باید یه جوری، اگر دختر باشه که دردسرش بیشتره، اگر پسر باشه که خب به هر حال باید بتونه انکارش بکنه یا دروغ بگه یا چیزی شبیه به این، و میبینیم که چه جوری پارامترهایی وجود داره در رابطه که میتونه از اون کنه واقعیش و مسئولیت و کارکرد اصلیش اون رو دور بکنه. دیگری ببین چی میگه. میگه اگر رابطه سالم باشه هیچ مشکلی نداره، فقط دختر باید حواسش باشه که حامله نشه. پس ببینید از کلمه رابطه این جوون فقط این رو برداشت کرده که رابطه یعنی همخوابی به اصطلاح، وقتی میگن رابطه یعنی همبستری، اینکه حرف بزنیم و گفتگو بکنیم و دنیای فکری مشترک داشته باشیم و اینها، این رو به اصطلاح زیاد دیگه براش مهم نیستش. آنچه که مهمه اینه که خب مواظب باش فقط حامله نشی، حالا باقی مسائل دیگه حل دیگه زیاد چیز. پس ببینید یک بار دیگه ما در دو سه تا از این نظرها میبینید نظرها همه متوجه چی هستش؟ رابطه جنسیه، رابطه سکسیه به قول معروف، و اون جنبه است که اهمیت داره. پس بر مبنای اینها اجازه بدید ما یه سری از نکات رو که قابل بررسی هستش با هم دیگه مرور بکنیم و ببینیم که ویژگی های رابطه سالم در یک به اصطلاح بین دختر و پسر و در یک جامعه که خیلی تحت تاثیر پارامترهای منفی نیست چگونه میتونه باشه. حالا شما شاید بگید که آقا جامعه ایران که اصلا درب و داغونه و 100% که پارامترهای منفی درش زیاده، این درسته، اما فرد شما و به خصوص اینجا خطابم به جوانان ایرانی هستش، فرد شما میتونید با اطلاع و آگاهی از یه سری از مفاهیم و درونی کردن برخی از ارزش ها کمک بکنید به اینکه این جو منفی حاکم بر جامعه و روی آنچه که شما میخواید بکنید به عنوان رابطه با جنس مخالف تأثیر 100% نداشته باشه، تأثیرش کمتر بشه، محدود بشه، فیلتر بشه و یا اینکه به اصطلاح حتی متوقف بشه. لذا بد نیست که دانش و آگاهی خودتون رو در این زمینه گسترش بدید. اجازه بدید ببینیم که اصولا اگر بخوایم رابطه دختر و پسر رو به معنای عامش بررسی بکنیم تابع چه زمان بندی هستش. من پیشنهادی که میدم برای این زمان بندی
سه مرحله رو میتونیم در نظر بگیریم. یکی قبل از اینی که شما اصولا رابطه ای رو آغاز بکنید با یه دختر یا با یک پسری، یکی در هنگام اون رابطه که چه اتفاقاتی میفته در طول مدتی که با هم دوست هستید، و بعد اینکه اگر این به جای ختم بشه، مثلا یک دوستی پایدار یا یک ازدواج، بعد از اون بعد چه کارهایی رو مد نظر داشته باشید. به طور خیلی مختصر من این سه مرحله رو باز میکنم. در مورد نخست که برمیگرده به زمان قبل از اینکه اصلا به سنی برسید یا به مرحله یا به اون حس نیازی برسید که بخواید با جنس مخالف ارتباط برقرار بکنید، بد نیستش که روی خودتون کار بکنید. این کار رو تقریبا چیزی که من دارم میگم و از سن 14-15 سالگی آدم به راحتی میتونه انجام بده، چون به اندازه کافی بلوغ فکری داره اون زمان که این کار امکان پذیر باشه. وقتی از خودتون بتونید شناخت به دست بیارید، با دست پر وارد یک رابطه میشید، و در این شناختی که باید به دست بیارید به دو نکته باید توجه بکنید. یکی اینکه آقا من نقاط ضعفی که دارم در شخصیت خودم، در رفتارهای خودم و در وجود اجتماعی خودم چیست، و نقاط قوتی که دارم چی هست. ببینید این کار رو شما میتونید خیلی ساده انجام بدید. اگر با خودتون صادق باشید، اگر آدم متوهمی نباشید، اگر آدم خودخواه و خودپرستی نباشید، کارش خیلی ساده است. یه تیکه کاغذ میگیرید، تقسیم میکنیدش به دو قسمت، مینویسید نقاط قوت و نقاط ضعف، و بعد سعی میکنید به صورت خیلی عینی گرا، خیلی واقع گرا، این نکات رو آنگونه که از خودتون در سن 15 سالگی یا 25 سالگی شناخت دارید اونجا بذارید. به این ترتیب یه لیستی به دست میارید که نشون میده شما چه نقطه ضعف هایی دارید و چه نقطه قوت هایی. به طور مثال اگر میدونید شما آدمی هستید که زود عصبانی میشید، خب این یه نقطه ضعفه. اگر میدونید آدم ساده باوری هستید، این یه نقطه ضعف حساب میشه. اگر میدونید که آدمید که صبر و حوصله‌تون زیاده، این یه نقطه قوته. اگر میدونید که در احترام گذاشتن به دیگری چیزی کم ندارید، نقطه قوته. اگر میدونید که دائم دوست دارید دیگران رو بچزونید با زبونتون، این نقطه ضعفه. به این ترتیب ببینید میتونید یه لیست، احتمالاً نمیدونم کدوم طرفش باشه، ولی یه لیست بلند بالا تهیه بکنید و بر خودتون اشراف پیدا بکنید، بر خودتون آگاه بشید. این همون چیزیه که بهش به اصطلاح متداول میگن خودآگاهی، یعنی آگاهی بر خود، آگاهی بر چگونه بودن خود، آگاهی بر چیستی خود. و از این طریق میتونید خیلی کمک کنید به خودتون برای یک، برطرف کردن نقاط ضعف، یعنی روی اونها کار میکنید و سعی میکنید که به تدریج نقاط ضعف خودتون رو کم و کم و کمتر بکنید، کاهش بدید، ضعیفش بکنید، و نقاط قوت خودتون رو برعکس تقویت میکنید و از خودتون یه انسانی میسازید که داره دائم روی خودش کار میکنه. دقت داشته باشید، بهترین روشی که میشه آدم خودش این کار رو انجام بده، و بد نیستش که به برخی از دوستانتون، به اطرافیانتون مراجعه بکنید و از اونها هم بپرسید. بعد اینا رو با لیست خودتون چک میکنید ببینید که آیا اونا هم دارن یه چیزای شبیه و همین میگن. اگر مثلا از دو تا دوست میپرسید که بهت میگن آقا تو بچه خوبی هستی ولی زود عصبانی میشی، و خودتون هم عصبانیت زودرس رو قرار دادید در نقاط ضعف، دیگه بدیهیه که اینجور هست و شما میتونید بدون شک و تردید بدونید که این نقطه ضعف رو دارید. میتونید از پدر مادرتون بپرسید، میتونید از معلمتون بپرسید، از همشاگردی ها بپرسید، از در و همسایه اگر بهشون اعتماد دارید، از هر کسی که رابطه‌ای باهاش دارید که این پرسش رو میتونید بهش بگید که آقا تو میتونی به من عیب های من رو بگی، حالا میتونید هم بگید آقا نقاط خوب منم بگو اگر میدونی، ولی ضعف ها و عیباتون رو برای دوستایی که باهاتون صراحت و صداقت دارن میتونن با شما در میون بذارن، و به این ترتیب ازش استفاده میکنید برای بهبود خودتون. حالا این چه کمکی میکنه؟ اینکه زمانی که میخواید برید سراغ به اصطلاح دیگری، شما چیکار میکنید؟ میتونید بدونید چیکار اید، میدونید به اصطلاح نقطه ضعفاتون کجاست، نقطه قوتاتون کجاست، میدونید نقاط حساسیتتون کجاست، کجا زود عصبانی میشید، کجا از کوره در میرید، کجا بی خود شک میکنید یا اعتماد علکی میکنید. همه اینا رو وقتی بدونید دستتون خیلی بازه. فرقش اینه که آدم با چشم بسته بره یه جای یه راهی رو بخواد بره، یا اینکه چشماش باز باشه. این بنابراین اولین توصیه‌ایه که برای زمان
قبل از وارد یک رابطه شدن. این البته به معنی نیستش که این کار رو اگر وارد یک رابطه شدید دیگه نمیتونید انجام بدید، ولی من دارم به صورت مرحله‌ای میگم، اما کاربردش رو خودتون میتونید پیدا بکنید. دومین نکته قبل از آغاز رابطه با یک پسر یا دختر دیگه اینه که شما جوان محترم میتونید سعی بکنید از ویژگی‌های عمومی و کلی جنس مخالف اطلاع پیدا بکنید. به طور مثال اگر 20 سالتونه و میخواید برید سراغ دخترهایی که سنشون کمابیش در نزدیکی شماست یا پسرهایی که دوروبر این سن هستن، خب میشه با استفاده از اطلاعات عمومی که موجوده، حالا در کتابها، مجلات، روزنامه ها، اینترنت، استاد، معلم، دوستان، رفیقان، پدر، مادر، آدم میتونه یه سری اطلاعات به دست بیاره که اصولا دخترها، پسرها در این سن چه حال و هوایی دارن، چه ویژگی هایی دارن. همه اینا دونستنش خیلی لازمه. حتی اگر شما بدونید در مورد ترشحات هورمونی مربوط به هر سن، بهتون خیلی کمک میکنه که وقتی وارد یه رابطه میشید در موقعیت‌های قرار نگیرید که دیگه به عقل و منطق کاری نداره. به اصطلاح اینا همش بستگی داره به اینکه بخواید اینفورمیشن یا اطلاعات به دست بیارید و از اونها استفاده بکنید یا خیر. نکته سوم این که باید بتونید از اون چیزی که بهش رابطه بین یک دختر و پسر میگن اطلاعات به دست بیارید که معمولاً چه جوریه. کلی من میتونم خدمتتون بگم راهنمایی در این زمینه وجود داره. اگر روی اینترنت، روی گوگل بزنید به طور مثال رابطه دختر و پسر، حالا اگر انگلیسی بدونید که صدها هزار سایت هستش، در فارسی هم چند ده تا یا چند صد تایی حتما هست، من سرچ کردم و دیدم که وجود داره، شما هم میتونید ببینید و یه مقداری ظرافت‌های رابطه دختر و پسری رو از قبل بدونید، طریقه صحبت کردن، لحنی که باید به کار ببرید و اینها، و اینا نباید ادا اطفار باشه ها، دقت بکنید، کسب اطلاع میکنید برای اینکه فاصله اون چیزی که خودتون هستید با اون چیزی رو که معمول و متداوله به دست بیارید. اگر مثلا میبینید که خیلی کوچه بازاری صحبت میکنید و با همون زبان میخواید برید سراغ یه دختر مثلا نمیدونم که تحصیل کرده دانشگاهی هستش، باید بدونید که اولین چیزی که تو ذوق خواهد زد اینی که شما دارید خیلی چارواداری صحبت میکنید، خیلی داشمشتی دارید صحبت میکنید و این مطلوبش نخواهد بود. به طور مثال به همون ترتیب که ممکنه یه دختری داره میره سراغ یه پسری، ولی خب نمیدونم یکی از نکات ریزی رو که الان جوانها خیلی بهش اهمیت میدن و نکته درستی هم هستش، احساس میکنید در خودتون سراغ ندارید، بنابراین باید روی اون کار بکنید. به هر حال کسب این شناخت از خود، از جنس مخالف و از ویژگی های رابطه دختر و پسر لازمه که با دست پر وارد یک رابطه بشه. حالا بیایم سراغ مرحله دوم، زمانی که یه رابطه ای رو شروع میکنید. دقت بکنید اون لیست که مربوط میشد به قبل از وارد یک رابطه شدن محدود به این سه موردی که عرض کردم نمیشه، چون وقت برنامه کوتاهه من مجبورم که فقط تیتروار به برخی از نکات اشاره بکنم و رد بشم. زمانی که میرید در درون یک رابطه با یک آقا پسری یا با یک دختر خانومی ارتباط برقرار میکنید، دقت بکنید در درجه اول سعی بکنید اینو در خودتون جا بندازید که من میبایستی برای ایشون احترام قائل بشم، نه به خاطر اینکه دختره یا پسره، نه به خاطر اینکه ممکنه دوست پسر من یا دوست دختر من باشه، نه ممکنه همسر آینده من باشه، بلکه قبل از هر چیز به خاطر اینکه فقط یه انسانه. و همونطوری که من در برنامه‌های گذشته اومدم روی بحث انسان مداری، اگر این ارزش ها رو شما درونی بکنید، ارزش انسان مداری رو برای هر موجودی در این کره زمین که اسمش انسانه احترام قائل هستید، به همون ترتیب که انسان مدارها برای حیوانات هم حتی احترام و ارزش قائلن. ولی دیگه در این شک نکنید که به واسطه اینکه فردی که روبروی شما هستش انسانه، ذاتاً دقت بکنید ذاتاً قابل احترامه. ممکنه رفتارش خیلی بد باشه، ممکنه آدم بسیار پستی باشه، ممکنه نمیدونم هزار یک ویژگی منفی داشته باشه، ولی ذات انسانی قابل احترامه و همه ما چون از این ذات انسانی برخورداریم قابل احترام هستیم. رفتارهامونه که از ما موجودات قابل دوست داشتن و عشق و یا
قابل تنفر میسازه، ولی اون ذات انسانی که ویژگی مشترک تمام انسانهای روی کره زمین بدون استثناء و بدون در نظر گرفتن پارامتر جنس، سن، نژاد، ملیت، مذهب و مسائلی از این دست، همه ما قابل احترام هستیم و همه انسانها برای ما باید قابل احترام باشن. پس زمانی که وارد رابطه میشید با دیگری، پیش و بیش از هر چیز که بخواید ذهنتون متوجه چیز دیگری باشه، فقط برای موجودیت انسانی طرفتون احترام قائل بشید و بر این مبنا رابطه رو بچینید بیاید جلو. نکته دومی که توصیه میشه اینه که سعی نکنید که یک خود غیر واقعی از خودتون نمایش بدید. ما یادتونه در بحث سایکوپت ها گفتیم یکی از هنرهایی که دارن اینه که سعی میکنن یه جوری از خودشون یه تصویر غیر واقعی ارائه بدن، یعنی زیاده روی میکنن، افراط میکنن در گفتن اینکه آه من نمیدونی اصلا چه مغزی ام، چه مخی ام، چه آدم شجاعی ام، چه آدم پرکاری ام و غیر و ذالک و اینا. این آغاز به اصطلاح از بین بردن سلامت یک رابطه هستش. توصیه‌ای که میشه اینه که سعی کنید خود واقعیتون رو جلوه بدید و من توضیح خواهم داد که به اصطلاح چرا این میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه بتونید ازش خیلی بهره ببرید. پس توصیه بعدی این که از هر گونه حقبازی، دروغگویی، کلک، افراط، تفریط، نمیدونم ریاکاری، نفاق، هر چی که منفیه و سعی داره که یک چهره غیر واقعی از شما ارائه بده، از این پرهیز بکنید و سعی بکنید که درست اونجوری که هستید جلوه بکنید. بدونید که اگر نقاط قوتی دارید باید خودش رو نشون بده، مشک آن است که خود بوید، و اگر نقاط ضعف دارید شک نکنید که دیر یا زود اینا بیرون میزنه. اگر خالی بندی بکنید ممکنه برای چند ساعت و چند روز ذهن طرف مقابل رو به قول معروف مخزنی بکنید و جلب بکنید، اما 4 روز بعد 6 روز بعد تناقضایی که تو حرفاتون هست، تضادایی که بین رفتار و عملتون هست، اینا همه بیرون میزنه و شما رو رسوا میکنه و در واقع بی اعتبارتون میکنه نزد دیگری. و اما اجازه بدید ببینیم که این مسئله خود رو آنگونه که هستیم ارائه ندیم چه مشکلاتی با خودش میتونه داشته باشه. اینو با هم بررسی میکنیم. ببینید شما در یک رابطه ای که حالا یه سری رابطه ها هستش 2 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت و گذری و اینها میگذره، ولی وقتی میخواید وارد رابطه جدی بشید احتمالاً در جستجوی اون چیزی هستید که ازش به عنوان عشق نام میبرن. عده هستن الان در جستجوی پولن، در جستجوی مقامن، در جستجوی کامیابی و لذتن. اینا رو ما میذاریم کنار، داریم در مورد دختران و پسران خوبی صحبت میکنیم که وقتی وارد یه رابطه میشن میخوان این پدیده واقعا بیمانندی رو که عشق هستش بهش دست پیدا بکنن. پس اجازه بدید یه مقداری در مورد عشق صحبت بکنیم. اول اینکه تعریف عشق خیلی سخته، بسیار دشواره که کسی بتونه تعریف بده، معمولا هم تعریف ها ناقص از آب در میاد، ولی اینجا اجازه بدید که در موردش این رو بگیم که یه احساسیه که به واسطه اینکه دارای اصالت به قول فرنگی ها اوتانتیسیتی داره، اوتانتیکه، این نابه، این شما رو چکار میکنه؟ غافلگیر میکنه. ببینید شما اگر بتونید حسی رو پیدا بکنید که اون حس رو قبلا در زندگی 18 سالتون، عمرتون هر چقدر باشه، 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله یا 110 ساله فرقی نمیکنه، اگر در رابطه با جنس مخالف برسید به اون مرحله ای که بتونید به اصطلاح این احساس رو برای نخستین بار در خودتون تجربه بکنید، اون رو میتونید ازش به عنوان عشق نام ببرید. اما این احساس میدونید چه جوری درتون به وجود میاد؟ نه اینکه زور بزنید خودتون یه جوری بسازیدش، به صورت خودجوش هستش که شکل میگیره. یعنی این پدیده اصالت رو فراموش نکنید، اگر بتونید اصالتش رو حفظ بکنید میتونه عشق در شما شکل بگیره. برای اینه که تاکید کردم برای اینکه دروغ نگید، حقه بازی نکنید، الکی خودتون رو گنده نکنید، خودتون رو بیشتر از اون چیزی که هستید شجاع و باهوش و نمیدونم مبارز و مقاوم و دوستدار و وفادار و اینجور چیزا نشون ندید، بذارید اون چیزی که هست کم 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 بروز بکنید. وقتی خود واقعیتون رو نشون بدید ناگهان ممکنه که در این رابطه، حالا یا روز اوله یا روز صدمه،
یه حسی به وجود میاد که انقدر نابه، که انقدر اصیله، که در حافظه شما و با خرد شما هیچ گونه آشنایی نداره. یعنی یه چیز بیماننده، برای اولین باره که باش برخورد میکنید. و به همین خاطر هم هستش که دیدید که عشق در انسان یه حالت هیجان به وجود میاره، یه احساسی به وجود میاره که شما فکر میکنید قبلا اینو نداشتید. و چون برای حافظه، برای خرد، برای داده هایی که در مغزتون دارید این احساس تازه است، نوع بیماننده، پرونده ندارید براش، به تلاطم میفتید، به هیجان میفتید، دوچار یه نوع شادی درونی میشید که انگار یه چیز تازه‌ای رو کشف کردید و نمیدونید چیه، ولی احساس میکنید برای اینکه بتونید این احساس رو در خودتون آروم بکنید باید برید پیش. و اینجاست که طرف میاد و عشقش رو به دیگری ابراز میکنه، چون چاره‌ای نداره، چون به نحو دیگری نمیتونه خودش رو آروم بکنه. و ببینید به وجود اومدن این احساس ناب، که دقت بکنید یگان موجودی که ظاهرا در بین موجودات، حالا ما دنیای حیوانات رو اونقدر هنوز نمیشناسیم، ولی قادر به تجربه چنین چیزی هستش انسانه، منتها نه همه انسان ها. این بدشانسی هستش. خوششانسی ما اینه که به عنوان انسان شانس تجربه عشق رو داریم، بدشانسی ما این هستش که چون باش بد برخورد میکنیم این فرصت رو از دست میدیم، این شانس رو از دست میدیم، ولذا هیچ وقت در زندگی ممکنه نصیبمون نشه. ممکنه بریم 15 تا همسر عوض بکنیم در طول زندگیمون، ولی این عشق رو لامصب پیدا نمی‌کنیم وسط. چرا؟ برای اینکه اون داستان برپا ساختن، تشکیل و ایجاد یک فرایند دارای اصالت رو که میتونه در نهایت به طور خودجوش منجر به ایجاد حس عشق بشه، اون رو روش سرمایه گذاری نکردیم، روش وقت نذاشتیم اونطور که باید، شاید باهاش برخورد نکردیم. پس ببینید اگر میخواید در ذهنتون داشته باشید که عشق اصیل از عشق غیر اصیل چگونه تشخیص داده میشه، فرمولش اینیه که میبینید. اگر دیدید عشقتون داره به طور خودجوش ساخته میشه، بدونید که عشق واقعی است. اگر میبینید که خودتون دارید وصل پینه میکنید، بدونید که راجع به چیز دیگری داریم صحبت میکنیم. پس عشق رو نمیتوان ساخت، عشق ساخته میشه در درون رابطه. در درون چه رابطه‌ای؟ رابطه‌ای که از اصالت برخورداره، رابطه‌ای که از آگاهی برخورداره، رابطه‌ای که از احترام برخورداره، درش دروغ نیست، درش حق بازی نیست، درش منافع مادی نیست، درش اهداف پشت پرده وجود نداره. پس ذهنتون هزار یک ماجرای دیگه در ورای اون چیزی که دارید به طرف مقابل میگید محاسبه نمیشه. پس این رو در ذهنتون داشته باشید جوانان عزیز، برای اینکه بتونید این گوهر ناب عشق رو به دست بیارید، حتما و حتما به خصلت خودجوشش توجه بکنید. دقت داشته باشید عشق فرایندی است خودجوش یا عشق نیست. این رو در ذهنمون اگر داشته باشیم خیلی بهمون کمک میکنه زمانی که وارد رابطه میشیم. حالا اگر اومدید و دیدید به این دست پیدا نمی کنید، میگید اینو من شنیدم آقای عرفانی میگفتش، ولی ما با این طرف هر چی داریم چیز میکنیم میبینیم به وجود نمیاد، پس بذار یه زوری بزنیم خودمون، شاید به محض اینکه شروع بکنید به دستکاری کردن، بخواید خودتون قضیه رو به قول فرنگی ها پوش بکنید، فورس بکنید، هول بدید، زورکی، این ممکنه مثلا در یه جایی طرف بگه مثل که بد جور عاشق من شدی، یا منتها بدونید که این عشق نیست. من اسمشو میذارم شبه عشق، یعنی بغل میکنن هم دیگر رو، ماچ میکنن، نمیدونم میرن سفر، ال بل فدای هم دیگه ظاهرم میشن و اینا، اما چون دستکاری شده است، چون خود جوش نبوده، شبه عشقه. و شبه عشق هموطنان عزیز دوام عشق رو نداره. عشق قدرت دوام داره. چرا؟ برای اینکه اون اصالتی که راجبش صحبت کردیم درست مثل سوخته یه موتور میمونه، سوختی که دقت بکنید خودکفاست، یعنی هیچ وقت تموم نمیشه، یعنی گذر زمان کمرنگش نمیکنه، فرسودش نمیکنه، ضعیفش نمیکنه و همیشه داره کار میکنه. تابع، دقت بکنید، تابع اوضاع احوال زندگیتون هستا، همینطوری که در این جمله دیدیم فراز و نشیب فراوون در زندگی خواهید داشتا. نمیدونم یکی میمیره، یکی یه بلایی به سرش میاد، یکی زیباییشو از دست میده، یکی مریض میشه، یکی ورشکست میشه و غیره و غیره. اما زمانی که صحبت از عشق دارای اصالته، اون موتور همچنان داره کار میکنه و شما رو علی رغم تمام این سنگلاخهای مسیر زندگی به پیش میبره.
و اینجاست که اون بحث اصالت اهمیت پیدا میکنه. نکته بعدی که من میخوام در مورد این بحث عشق توجه جوانها رو بهش جلب بکنم اینه، ببینید عشق بایستی پدیده دو سویه باشه، پدیده دو طرفه باید باشه. اینو ما فراموش نمی کنیم که نگاه بکنید به این، ممکنه یه طرف بیشتر از طرف دیگری عشق داره، ممکنه یکی نوع عشقش یا نوع شکل‌گیری عشقش یه ذره متفاوت باشه، اما یه چیزی به اسم حس دو طرفه عشق باید باشه. داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ زمانی که عشق قرار به ازدواج ختم بشه، یعنی برید با هم بخواید 30 سال 50 سال 100 سال با هم زندگی بکنید. اینجا اگر داستان دو سویه بودن عشق رو نادیده بگیرید باختید، و اغلب زندگی ها به این دلیله که از هم میپاشه. ببینید یه زمانی یه عشقای یه طرفه‌ای وجود داره نسبت به یه کسی، آقا من عاشق مثلا نمیدونم مولانا هستم، خب حالا مولانا کجا بودش که بدون من عاشقش هستم یا نه، یا من عاشق فلان خواننده هستم، فلان هنرپیشه هستم. یه عشق یه طرفه است و قرارم نیستش به هیچ چیز ختم بشه، بنابراین من میتونم از خودم هر جوری دلم میخواد پرورشش بدم. اما زمانی که بر مبنای این عشق میخوام برم یه نهادی به اسم خانواده تشکیل بدم، ازدواج بکنم و در دل اون ازدواج برم به سمت اینکه فرزندانی داشته باشیم، مسئولیت اون فرزندان با ماست، این بایستی بر اساس یه حداقل شرایطی باشه. یه موقع از ازدواج ها مصلحتیه، آقا بزن با همدیگه خونه تشکیل بدیم، یه زندگی تشکیل بدیم، بابا نمیدونم سقرا جون اصلا دیگه ولش کن داستان عشق و اینا رو، بذار جمع جور بکنیم خودمونو. یه موقع اینه میشینن محاسبه میکنن چتکه و اینا رو میندازن میبینن نه بد نیستش، میگه بله رو بگو بریم، اینجوری ازدواج میکنن. ولی اگر دنبال زندگی هستید که در دلش میخواید تکامل پیدا بکنید، اعتلاء شخصیتی پیدا بکنید، این اعتلاء به دست نمیاد مگر اینکه دقت بکنید در اون عنصری به اسم عشق وجود داشته باشه، و الا میشه اصطلاحاً کوهابیتیشن یا کوهابیتاسیون به قول فرانسوی. کوهابیتیشن یعنی سکنا گزیدن، اقامت گزیدن، در یه جایی زندگی کردن. کوهابیتیشن یعنی با هم زندگی کردن. ما فراوون زن و شوهرهایی داریم که با هم زندگی میکنن، رفتن و هیلی هیلولو هم کردن و عروسی هم گرفتن و قندم رو کله هم دیگه سابیدن و این داستانا، ولی دارن با هم زندگی میکنن دیگه. حالا این وسط یک 6 تا بچه هم ممکنه به دنیا بیادا، منتها مهم نیست، مهم اینه که قرارداد گذاشتن، توافق کردن که آقا با همین. آیا عشق بینشونه؟ نه والا، خودشون هم میدونن، دیگران هم میدونن. رابطه جنسی هست، رابطه کاری هست، رابطه مادی هست، وظایف پدر مادری هستش، خوشم هستن احتمالاً. یه عده اینجوری دوستان زندگی کنن. آیا در درونش تکامل معنوی دوتاشون هم میبینیم؟ مگر اینکه یه ذره بین خیلی گنده داشته باشیم بریم جستجو بکنیم همچی چیزی پیدا بکنیم. برای چی؟ برای اینکه همزیستیه صرفاً. دارن با هم دیگه زندگی میکنن، پیر بشن بمیرن. آیا در جستجوی چیزی دیگری در ور اینا؟ نه، بچه‌ها بزرگ بشن، پسراشون داماد بشن، دختراشون عروس بشن، نمیدونم خوش باشن و کیف بکنن، تموم بشه. یه موقع اینه، ممکنه یه سری از جوونا باشن الان تو ایران دنبال این باشن. من خبر دارم که یه دی جوونا دارن میکشن خودشونو که برن دانشکده پزشکی که دکتر بشن، که بعداً به عنوان آقای دکتر بتونن برن دخترای خوشگله بگیرن. آخه شما بگید به من، بگید کجا این معنویت خوابیده، کجا این اطلاع خوابیده؟ اولا رفته سراغ رشته ای که اصلا به دردش نمیخوره، اغلبا با درجه هوشیشون اصلا سازگار نیستش. ثانیا زورکی رفته دکتر شده، خدا به داد اون مریضای آیندهش برسه. بعدم رفته دکتر شده که بتونه دخترای خوشگل ثروتمند رو پیدا بکنه، بنابراین معیارش خوشگلی بوده و ثروت. بعد رفته یه دکونی به اسم خانواده درست میکنه، بالاخره دیگه بیزنس دیگه میزنه، یه بیزنسی میزنه، یه مطب داره، یه دونم خانواده داره، و حال میکنه این وسط واس خودش، میپلکه، بچه درست میکنه، آقای دکتر بهش میگن، خانم دکتر بهش میگن، نمیدونم همینجوری کیف و حال میکنه دیگه. یه روزی هم میفته میمیره، میکنه زیر خاک، تموم میشه میره. برای یه دی زندگی اینه هموطنان عزیز، اونجوری به دنبال
همچین اطلاعهای افلاطونوار و اینا نباشید که همه بخوان اینجوری چیز کنن. ما داریم در مورد کسانی صحبت میکنیم که عنصر عشق براشون مهمه در زندگی، به خاطر اینکه هدف اعتلا و تکامل دارن در زندگیشون، یعنی میخوان 20 سال 30 سال 50 سال که با یه نفر زندگی میکنن این زندگی تبدیل بشه به اصطلاح یه چیزی که بتونه کمکشون بکنه در مسیر خودشناسی، دگرشناسی، انسانشناسی و هرچه بهتر بتونن پیش برن. اینجوریه که زندگی میشه یه لذت روزانه، اینجوریه که آدم حظ روزانه میبره از زندگیش، انرژی دارید برای اینکه کار بکنید، فعالیت بکنید، سختی ها رو تحمل بکنید، با وقایع سختی که در زندگی روبرو میشید برخورد بکنید. چرا؟ چون این موتور عشق در شما داره کار میکنه و وقتی نیستش که تبدیل میشه به چیزی که از هر دو تا ازدواج در تهران و از هر سه ازدواج در ایران یکیش به طلاق داره منجر میشه. میدونید زمان به اصطلاح درخواست طلاق رسیده به چقدر؟ این آماری که من عددی که میخوام خدمتتون بگم مربوط به یه چیزی بوده 9 ماه پیشه، رسیده به 6 ماه. یعنی اکثر تقاضاهای طلاق بعد از 6 ماه میادش. فاصلهش 80-90% طلاق ها بین 6 ماه تا 3 ساله، نه بیشتر. برای اینکه مبنا نداره که رفتن، برای اینکه یه حال و کیفی بکنن، یه بچه‌ای درست شده اومدن ازدواج کردن. نمیدونم دیده اون یکی پول داره، بله رو گفته ازدواج کردن. دیده اون یکی اسمش آی دکتره، گفته حالا کله کچلش ایرادی نداره، ازدواج کردن. نه، هر کس واسه خودش یه توجیه درست کرده و اون چیزی رو که به عنوان نکته منفی براش بوده نادیده گرفته، رفته پای یه داستانی، یه دکونی درست کردن به اسم خانواده، 3-4 تا هم بچه این وسط درست خودشون میبره. ایرادی نداره ها، یعنی ایراد داره، ولی منظورم اینه که باید به انتخاب آدم ها احترام گذاشت اگر واقعا میدونن دارن چیکار میکنن. ولی اینجا ما داریم در مورد پدیده انسانی صحبت میکنیم که نصیب یه درصدی از جامعه میتونه بشه. باور بکنید با هر زوجی شما صحبت کنید که بله ما با هم عاشق شدیم و ازدواج کردیم و اینا، عشق کجا بودش عزیز؟ اصلا اگر بهش بگی حالا این داستان عاشقی تو بگو ببینیم چی بوده و اینا، یه ذره که ببریدش زیر ذره بین میبینید از این خبرها نبود. و اما اجازه بدید که من ادامه بدم چون وقتمون داره تموم میشه. در هنگام دوستی نکته دیگری که باید بهش توجه بکنید اینه که بتونید شناخت واقعی از دیگری به دست بیارید، و این شناخت واقعی اینه که ببینید چه نکات مثبتی در این آقا پسر یا دختر خانم هست و چه نقاطی رو شما میتونید به عنوان نقطه ضعف شناسایی بکنید. خب در این صورت دید واقع‌گرا به شما کمک میکنه که با چشم باز حرکت بکنید و اینجوری نباشه که به صرف اینکه یه اتفاقی افتاده بگید بله این همونیه که من میخواستم، دیدی بالاخره پیدا کردم. این نباید باشه. ببینید اگر شما با واقعیت برخورد بکنید چقدر براتون میتونه سود داشته باشه. ببینید اگر واقع‌گرا باشید و نقاط مثبت طرف رو ببینید که میچربه بر نقاط منفیش، خب در این صورت دوستیتون رو با او ادامه میدید و چی به دست میارید؟ یه فرد خوبی رو به دست میارید که باهاش میتونید زندگی بکنید. پس این دستاورد اولش هستش. دومی، اگر طرف مقابل میبینید نه بدیاش داره میچربه بر خوبیاش، میگید آی 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 حواسم باشه، من زندگیمو با این آدم نمیخوام بگذرونم، برابر این وارد یه ماجرا نمیشید و چی در دام او نمیفتید. من هفته قبل راجع به سایکوپت ها صحبت کردم و ما میدونیم که الان در ایران گرایش های سایکوپاتیک خیلی گسترده است. هفته قبل من صحبت از میلیون ها ایرانی کردم که دارای علائم سایکوپاتیک هستند. ببینید جوونی که سایکوپاته، دختر یا پسر فرق نمیکنه، برای اینکه طرف مقابلش رو جذب بکنه میاد و فقط و فقط جنبه های مثبتش رو بروز میده و طرف که قربانی او هستش، اگر آدم واقع‌گرایی نباشه همون چیزی رو که این داره ارائه میده میگیره و میگه آها این همونه که من میخواستم. ببین تعریف کرده بچه بوده چیکارا که نکرده، تو دانشگاه اصلا واسه خودش مغزی بوده، الان سر کار یه چیزایی میگه که همینه و میافتید تو دام. ولی اگر واقع‌گرا باشید میاد چیکار میکنید؟ میاد میگید آها اینا رو گفتی، خیلی خوب، خیلی عالی. شروع میکنید به قول معروف یه چک لیست درست میکنید، مورد به مورد موردی رو که گفته چک میکنید ببینید آیا اینطور بوده یا نه. میگه من آدم شجاعی هستم، آیا شجاع هست واقعا یا نه؟ در موقعیت هایی باید این رو بسنجید که واقعا شجاعت خودشونشون میده.
میگه من بچه باهوشی هستم، بعد یه جایی هم میبینید سر یه مسئله اصلا گیر کرده عجیب، میفهمید که نه بابا اینجوری هم نیست. پس ببینید شما اگر هوشیار باشید و واقع‌گرا باشید محو ظاهر نمیشید. ببینید اونی که میره یه پسری رو در نظر بگیرید رفته سراغ یه دختری که بسیار زیبا و بسیار بد اخلاق، خب این باید تصمیمش رو بگیره دیگه. ببینید وقتی واقع‌گرا نیست میگه نه ببین اخلاقش هم درست میشه، حالا چون از خوشگلی دختره داره مثلا حظ میبره و میخواد ببره پیش دوست دختراش بگه که دوست پسراش بگه ببین چه دوست دختر خوشگلی دارم، دیگه نگاه نمیکنه که آه این فردا روزی برات عزا و مصیبته. یا اون دختر خانومی که یه پسری رو به خاطر اینکه نمیدونم خوش تیپه و خوش صحبته و خوش ادا و اینهاست یا پول داره یا اسمش آقای دکتره، اون جنبش رو فقط در نظر میگیره و نمیبینه که این آدم دروغ داره میگه، داره پشت سر دیگران حرف میزنه، بی‌اعتماده، نمیدونم اینها و بله رو میگه، خب برای خودش یه جهنم درست کرده و به این ترتیب شانس زندگی سالم رو از بین میبره. بنابراین دقت داشته باشید که در این دام‌ها نیفتید. اما اجازه بدید در آخر بحث بیایم بر سر این که بعد از این که بالاخره این رابطه هم انجام شده و شما شروع میکنید یه دوستی دراز مدت یا یه زندگی مشترک رو با هم داشتن، این رو شما باید هموطنان عزیز به مثابه همونطوری که در این اسلاید میبینید یه پسنداز ببینید، نه اینکه بگید خب بلیت وقت آزمایی برنده شد یه پول حسابی گیرم اومد الان دیگه میشینم کیف میکنم. زندگی رو باید با این فرد به مثابه این بگید که من یه پولی دارم که پسنداز میکنم و باید چیکارش بکنم، بایستی به موقع خرجش بکنم، به موقع خرجش بکنم، باید روش کار بکنم، سرمایه گذاری بکنم. لذا شاید بهتر بود که من از واژه سرمایه گذاری استفاده میکردم. زندگی رو به مثابه سرمایه گذاری ببینید، یعنی اون تفاهم اولیه و احساس عشقی که به وجود اومده اونو به عنوان سرمایه اولیتون در نظر بگیرید و بعد اونو کار بکنید، بایستی دائم و دائم روش کار کنید. فکر نکنید که یه چیزی که دیگه برنده شدید تموم شد، بله رو گرفتید و دیگه تموم شد، الان اومدیم زیر یه سقف دیگه میتونیم با هم زندگی بکنیم. نه، زندگی یک فرایند پویاییه که روزانه است هموطنان من، یعنی باید دقت داشته باشید که هر روز درست مثل یه گیاهی، مثل یه گلی که احتیاج به نور داره، آفتاب و آب و خاک و نمیدونم تغذیه و غیر و زالک، باید بهش برسید. شما نمیتونید یه ظاهر خیلی آدم نمیدونم مثلا اهل بیرون و گردش و مسافرت و اینها باشید بعد ازدواج بکنید برید تو خونه سمون امون بکمون بشینید تکون نخورید بگید نه حوصله ندارم جایی نمیرم مهمونی نمیریم، خب این نشون دهنده اینه دارید میکشید رابطتون. و اون جایی که من گفتم شناخت واقعی از هم به دست بیاریم، برای اینکه اینجوری غافلگیر نشیم، نگه آقا تو قبل از ازدواج که انقدر آدم خوبی بودی، هی میگفتی بریم شمال نمیدونم اینجا چرا الان تکون نمیخوای بخوری؟ این نشون دهنده اینه که یه چیزایی رو شما ندیدید، یه واقعیتایی رو نخواستید ببینید، دقت نکردید در موردش. و وقتی میاید تو زندگی دقت بکنید، نباید بگید که ما دوتا چون هم دیگر رو دوست داشتیم، چون عاشق هم دیگه بودیم، خب از این به بعد دیگه با هم میتونیم زندگی بکنیم دیگه، کاری نداریم که. رابطه تبدیل میشه به یه رابطه نمیدونم دو تا همونجوری که گفتم دو تا هم اتاقی، منتها خب دو تا هم اتاقی که توی تخت خواب میخوابن، خب اینکه رابطه نشد، باید بهش پرداخت. آدم همون مسئله احترام متقابل که گفتم، دائم باید به نیازهای همدیگه پاسخ داد، نه فقط نیازهای جسمی و جنسی، نیازهای روحی و روانی به خصوص، نه فقط نیازهای مادی و پولی، نیازهای شخصیتی رفتاری، به اینا دائم باید پرداخت. وقتی شما تلاش بکنید که همسرتون اعتلاء شخصیتی پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه، خب معلومه کیفیت زندگی شما رو هم بهتر میکنه، و وقتی شما تکامل پیدا میکنید زندگی او رو بهتر میکنید، و نگاه متقابلی که به عنوان یک نگاه پویا بر روی همدیگه دارید کمک میکنه برای اینکه بتونید بهتر این زندگی رو بسازید و با هم برید. بی‌اعتمادی ها همینجور از بین میره، اعتماد همینجور بیشتر میشه، محبت بیشتر میشه، تفاهم بیشتر میشه، فهم متقابل، تفاهم یعنی این فهم متقابل، زبان همدیگر رو پیدا کردن، که بسیاری از زوجهایی که رابطه خیلی چفتی با همدیگه دارن میرسن به یه مرحله ای که دیگه راجع به هر موضوعی لازم نیست 6 ساعت بشینن با همدیگه به صلاح صحبت بکنن، یه اشاره‌ای که طرف بکنه طرف تا تهش میخونه و به این ترتیب یه ارتباط خیلی روون، آسون و
پوینده‌ای دارن که به پیش میبرشون. این هموطنان عزیز برخی از نکات بود. اجازه بدید که در به اصطلاح این بخش برای نتیجه گیری عرض بکنم که روابط بین دختر و پسر در درجه اول رابطه بین انسان هاست. اگر شما وجه انسانی رابطه رو فراموش بکنید و فقط وجه جنسیتی اون رو در نظر بگیرید، اینکه اون دختره، این پسره، این شما رو میبره به سمت رابطه هایی که یه جایی ضعف های اساسی خواهد داشت. ولی وقتی یاد بگیرید که در ورای اینکه این فردی که من قراره باهاش ارتباط برقرار بکنم اصلا پسر دختر هرچی که هستش انسانه و قابل احترامه و پیچیده است، در این صورت میتونم چیکار بکنم؟ میتونم رفتارم رو تنظیم بکنم. ببینید نگاه های قدیمی وجود داره. من نقل قولی رو پیدا کردم از ارسطو به طور مثال که میگه عشق به مثابه یک روحه که در دو بدن قرار داده شده. Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. اینجوری من اینو ترجمه کردم به این صورت که یک روحه و در دو بدن تجسم پیدا میکنه. این نگاه نگاهیه که خیلی فلسفیه، ارسطویی، افلاطونیه و مربوط به اون زمانه. زیاد در مورد این که بخواید کسی رو پیدا بکنید که درست همسان و همگون شما باشه، مشابه شما باشه و هیچ تفاوتی نداشته باشه و راجع به همه چیز با هم توافق داشته باشید و راجع به همه چیز یه جور فکر کنید، اینو بریزید دور. این دورانش گذشته. دیگه همچین انسان‌هایی در کره زمین وجود ندارن. شاید تا 500 سال پیش، 700 سال پیش در این دهات ماهات ها اگر میگشتید میتونستید پیدا بکنید. از زمانی که جامعه صنعتی، جامعه شهری، شهرهای بزرگ و کلن زندگی اجتماعی پیچیده اومده، مغز انسان‌ها، شخصیت انسان‌ها پیچیده شده و دیگه شما در حتی 7 میلیارد آدم هم دو نفر رو نمیتونید پیدا بکنید که با هم دیگه 100% مشابه باشن. بنابراین این که من بخوام در زندگیم برسم به کسی که 100% مثل من باشه، اینو بذارید کنار. ولی زمانی که مبنا رو بذارید بر انسانیت، عقلانیت و واقع‌گرایی و ارزش‌های اخلاقی، قشنگ میتونید یه کسی رو پیدا بکنید که درجه مشابهتش از لحاظ فکری و روحی با شما در حدی است. ممکنه 10% باشه، ممکنه 90% باشه، ولی در حدی است که شما بتونید با او به راحتی برای سالهای سال زندگی بکنید و در این زندگی تکامل شخصیتی پیدا بکنید، هم خودتون، هم ایشون و هم فرزندانتون. امیدوارم که تونسته باشم تا حدی حق مطلب رو ادا بکنم و نظرات دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید و همطور که عرض کردم از این برنامه هم به طور معنوی با تماس با تلویزیون و اشاره به اینکه این برنامه رو دوست دارید، علاقمندید و ساعت‌های بیشتر و بهتری براش می‌خواید و هم از طریق مادی با خرید کتاب یا همیاری مالی با ما در تماس باشید. برنامه‌های ما رو از radioetihad.com هم دنبال بکنید. تا برنامه بعد روزها و شب‌های خوبی براتون آرزو می‌کنم. بدرود. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، طناز فتحی هستم و سالیانی است در برنامه‌های گوناگون تلویزیونی در خدمت شما. برنامه‌های من جمله در خصوص مصاحبه با کارشناسان، متخصصان، صاحبان مشاغل، پزشکان و وکلا برای ارائه خدمات و سرویس این گونه عزیزان به جامعه ایرانی.
از شما دعوت میکنم برای ساخت و پخش پیام‌های بازرگانی خود با ایده متفاوت و همچنین شرکت در برنامه کارشناسان و متخصصان تلویزیون اندیشه با من تماس بگیرید. ارائه بیزینس شما در تلویزیون اندیشه نتیجه موفق و متفاوت از هر آنچه که تا کنون دیده اید خواهد داشت. Hold it, James. Right. Welcome to my country, my friends. I have right. Really? Where do you think you are? I have right. I have right. Only rights you have here. Not the rights I give you. Ready? One, two.